وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به ارمنستان نسبت به مداخله در امور این کشور به ویژه در قره باغ هشدار داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه همچنین مقام ارمنستان را به اشاعه اطلاعات نادرست متهم کرد که مدعی میشوند ایجاد یک پست مرزی توسط باکو در 6 کیلومتری جاده لاچین باعث فاجعه فاجعه بشری و ایجاد خدشه به فعالیت‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ شده است روز دوشنبه آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان در یک نشست خبری با یکی از مقام‌های پارلمانی انگلیس مسئول امور اروپا در ایروان دولت باکو را به مسدود کردن جاده لاچین و ارتکاب پاکسازی قومی متهم کرد به گفته ی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان ساکنان ارمنستان به همراه نیروهای صلحبان روسی و کمیته بین المللی صلیب سرخ در دو طرف مرز همانند سابق رفت آمد دارند این وزارتخانه با هشدار دادن به مقام های ایروان در اجتناب از لفظی های خطرناک که صلح و ثبات منطقه را به مخاطره میاندازد ادامه داد ارمنستان باید تلاش‌هایش را با هدف منحرف ساختن جامعه بین‌الملل کنار بگذارد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان همچنین گفت: تشویق ارمنستان به اعزام بین بین‌المللی به خاک جمهوری آذربایجان و ایجاد مانع برای گفتگو با باکو با ساک و ساکنان ارمنی مقیم منطقه قره‌باغ دخالت در امور داخلی کشور را محسوب می‌شود. اگر ارمنستان به دنبال صلح و ثبات در منطقه باشد، باید از چنین مداخله‌هایی دست بردارد. این وزارتخانه چنین در واکنش به زندانیان جنگ ارمنستان در جمهوری آذربایجان نیز بیان کرد، گروه‌های از سوی ایروان پس از جنگ برای انجام اقدامات تحریک‌آمیز در خاک جمهوری آذربایجان اعزام شدند و اینها زندانیان جنگ نیستند در ادامه این بیانیه ذکر شده است. جمهوری آذربایجان با نشان دادن حسنیت تقریبا نیمی از افراد این گروه را به ارمنستان بازگردانده اما طرف, طرف ارمنی از بازگرداندن دو نظامی جمهوری آذربایجان که گم و وارد خاک ارمنستان شده بودند امتنا میورزد و یک محاکمه نمایشی برای آنها ترتیب می‌دهد و در نتیجه تلاش برای اعتماد سازی را تضعیف می‌کند.